ممنونم. سخنران بعدی امیر عسکری، طراح گرافیک، محقق و فعال سیاسی، از فعالین جنبش کمونیسم کارگری و به عنوان نماینده سازمان بیمرز و مدیر تولید برنامه چالش از تلویزیون پرتو. امیر عسکری از سایت از سال 2018 به خاطر خطر اعدام به خاطر فعالیت های آتئیستی و کمونیستیش به آلمان پناهجو شد و تا هنوز این خواست برحقش به رسمیت شناخته نشده است. Herzlich willkommen, lieber Amir. خوش آمد میگم و امیر عزیز رو به صحنه فرام. ممنونم. اصول پناهندگی حق است نه جرم. به مناسبت روز جهانی پناهندگی، 20 ماه ژوئن به عنوان روز جهانی پناهندگی به رسمیت شناخته شده و توسط نهادها و سازمانهای حقوق انسانی جشن گرفته می شود. امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی پناهنده می رویم که سایه جنگ جناح‌های مختلف سرمایه داری جهانی جز فقر، کشتار و آوارگی چیزی نصیب اکثریت جامعه نکرده است. شرایط پناهند ستیزانه دولت های اروپایی به حدی به اوج خود رسیده که شرایط را برای ورود به حوزه کشورهای امضا کننده کنوانسیون ژنو را سخت‌تر کرده و کمتر روزی است که شاهد مرگ پناهجویان نباشیم. بارزترین نمونه غرق شدن بالغ بر 600 پناهجو در روز چهارشنبه 14 ژوئن 2023 در آبهای یونان است که یک قایق حامل 750 پناهجو تنها 104 نفر با مشقت جان سالم به در بردند. فاجعه کشتار پناهجویان در حالی اتفاق افتاد که گارد ساحلی یونان از صبح روز سه‌شنبه آن را از هوا و دریا از نزدیک رصد می‌کردند و علی‌رغم واقف بودن به مخاطرات پیش رو به انتقال سرنشینان قایق نپرداخته و سرانجام در بامداد روز چهارشنبه به قصد هدایت قایق آن را به طناب می‌بندند و منجر به واژگون شدن قایق و متعاقباً غرق شدن صدها انسان بی‌پناه می‌شدند. این اولین و آخرین تراژدی انسانی نبوده و نخواهد بود. طبق اخبار منتشر شده از رسانه ها تا روز جمعه 104 نفر از 750 نفر سرنشین قایق نجات یافتند. مدافعین حقوق پناهندگی در یونان در تلاش هستند تا عاملین این فاجعه انسانی هولناک را به پای میز محاکمه بکشانند، اما در این جهان وارونه چقدر ممکن باشد متاسفانه زیاد روشن نیست. عامل اصلی تشدید بحران پناهندگی و تصمیمات پناهجو ستیزانه دولت‌های حاکمه این است که امکان را به ماموران مرزی از ترکیه تا یونان می‌دهند تا حتی با هزینه جانی
مانع ورود پناهجویان از کشورهای فقر زده و جنگ زده همچون لیبی، سوریه، پاکستان و افغانستان بشود. در چنین شرایطی پناهجویان بسیاری از شر دول و حاکمان مرتجع و جنایتکاری همچون جمهوری اسلامی، طالبان، بشار اسد و اردوغان با قوانین پناهجو ستیزانه دست و پنجه نرم می کنند. متاسفانه به واسطه مشکلات عدیده روحی، شغلی و زندگی شاهد سکوت عده زیادی از پناهجویان به وضعیت نابسامان پناهجویی و ادارات مربوطه مهاجرتی می باشیم. اما راهکار اساسی برای رسیدن به خواست مشروع و بر حق پناهندگی در سکوت نبوده، بلکه اعتراض به تمامی نابرابری هایی است که حکومت های سرمایه داری بر پناهجویان تحمیل کرده و بر شدت و حدت آن هر روزه می افزاید. سال گذشته ایران شاهد تحول انقلابی و به میدان آمدن زنان و مردان شجاع بود که رژیم هار اسلامی در اوج وحشیگری بیش از 600 زن، مرد، جوان و کودک را در خیزش انقلابی شهریور 1401 به قتل رساند و برای انتقام و زهر چشم گرفتن از مردم شروع به اعدام کرد. معترضین بسیاری نیز مجبور به فرار از دست حکومت جنایتکار اسلامی در ایران و آوارگی و تبعید در اروپا شدند. پناهجویان ایرانی از دست حکومتی جنایتکار فرار کرده و به امید رسیدن به آزادی به کشورهایی مانند آلمان پناه آوردند. اما به جای رهایی و رسیدن به حق پناهندگی با سیستم ضد پناهجویی کشورهای غربی روبرو هستند. شایان ذکر است که اوضاع پناهندگی در آلمان نیز همچون سایر کشورها و در بطن بحران عمیق سرمایه داران که به مردم نسبت داده و تحمیل کرده اند تعریف چندانی ندارد و هزاران پناهجو در شرایط ناهنجار حائمها در بلا تکلیفی به سر می برند. Die internationale Organisation der iranischen Flüchtlinge BIMARS ruft alle Flüchtlinge auf, sich zu vereinen und gemeinsam. لذا سازمان سراسری پناهندگان ایرانی BIMARS همراه با سایر نهادها و سازمانهای مدافع پناهندگی شما پناهجویان را به اتحاد و مبارزه متشکل در نقاط مختلف آلمان فرا می خواند. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی BIMARS و سایر نهادهای مدافع پناهندگی تشکل و ابزار جنگ شما در این نبرد نابرابر هستند. هر فراری از جهنم اسلامی، هر زن آسی از آپارتایت جنسی، هر کارگر بیزار از استثمار و بی‌حقوقی و هر کودک کار فراری از نظام بردگی سرمایه حق دارد حق پناهندگی خود را مطالبه و دریافت کند. هر کجای آلمان که هستید با ما همراه شوید برای رزم مشترک.
پناهندگی حق است، نه جرم. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بی مرز، واحد غرب آلمان. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!